درود رفقا درس یکصد از سری درس های آموزش تشریحی تحلیلی مکالمه انگلیسی مثل آب کردن این پکیج در همین جا و در این درس به اتمام میرسه یکصد درس رو خدمت شما تقدیم کردیم این پکیج رو تکمیل کردیم اگر میخواید به صورت اصولی گام به گام لحظه به لحظه به صورت رایگان انگلیسی رو یاد بگیرید این دوره و این درس ها رو از ابتدا لحظه به لحظه با هر کدوم از درس ها پیش بیایید تمرین بکنید این پکیج رو از دست ندید به شکلی طراحیش کردیم که استاد رو کنار خودتون حس کنید و لمس کنید امیدواریم که بتونید از این پکیج با برنامه ریزی درست روزی یک درس یا یک روز در میون یک درس رو تمرین کنید و به رشد ها برسید بی نهایت سپاسگزاریم برای همراهیتون درس ها رو از ابتدا به صورت لیست شده تقدیم می کنیم همین آدرسش رو در بالا در قسمت یوتیوب مشاهده میفرمایید همچنین در قسمت توضیحات این ویدیو امیدواریم که درست باشید انگلیسی مثل آب خوردن رو از دست ندید صدها ها ویدیو درس متفاوت در زمینه های مختلف تقدیم شما جانان کردیم بپردازیم به, درس یکصد و درس پایانی از پکیج آموزش تشریحی تحلیلی مقاله انگلیسی مثل آب خوردن ی ن مد ل یو تو وین تایم مثد روش راه یا متود ول تیچ به تو آموزش خواهد داد تو وین که برنده بشی تایم از زمان یعنی از زمان بیفتی جلو دقیقا همینطوره روش درست باعث خواهد شد که شما از زمان جلو بیفتید شما چند سال رو در کلاس های زبان گذروندید چقدر در کلاس های زبان صرف کردید اما نتیجه نگرفتید نه اینکه کلاس ها مفید نبودن روش تمرین شما اشتباه بوده روش یادگیریتون اشتباه بوده متاسفانه در بسیاری از کلاس های زبان سعی میکنن همونطوری که ریاضی رو آموزش میدن زبان رو هم همون ترتیب آموزش بدن اما روش یادگیری زبان پروسه کاملا طبیعی است آن کاری که یک کودک در مسیر یادگیری زبان مادریش انجام میده رو اون رو باید به صورت طبیعی اجرا بکنید یعنی باید بارها تکرار کنید مقایسه کنید آن چیزی که بیان میکنید رو با نحوه بیان دیگران یا یک استاد یا یک مربی و بتونید اشتباهاتتون رو اصلاح بکنید و پیش برید و ترکیب این با یه مقدار روش هایی که بزرگسالان استفاده میکنن باعث میشه که دقیقا از زمان جلو بیافتید و بتونید با سرعت بسیار بهتر و موثرتری یاد بگیرید ما در انگلیسی مثل آب خوردن سعی می کنیم این روش رو انتقال بدیم ای کاش که همراه بشه با پیروی شما و با پیروی از این روش ها و متدها بتونید پیش بیافتید بچه ها برای رشد اعتماد به نفستون با ردها و جملات رو در قسمت کامنت بنویسید در دفترچه یاد بدون شک باید بنویسید و با صدای رسا جملات رو تکرار کنید و صدای خودتون رو ضبط کنید با نحوه بیان و تلفظ با این کلاس آموزشی با این درس که در نقش مربی تونه، مقایسه کنید اگر اشتباهی در بیانتون وجود داره بتونید اونها رو پیدا کنید و رفع بکنید پس بدونید method will teach you to win time روش به شما خواهد آموخت که از زمان پیش بیافتید. method will teach you to win time method will teach you to win time Our method of learning is highly efficient. Our method of learning is highly efficient. Our method of learning روش یادگیری ما یا متد یادگیری ما highly به بسیار بالا efficient کارآمد یا موثر همونطور که گفتیم روش انگلیسی مثل آب خوردن بسیار موثر و کارآمده به شرطی که ازش پیروی کنید و اون رو اجرا بکنید دقت بکنید چقدر دوستانی که توی کامنت ها میان میگن آقا من از این روش استفاده کردم و نتیجه گرفتم تشکر میکنن ما از شما ممنونیم که این روش رو اجرا کردید و باعث رشد خودتون شدید پس our method of learning is highly efficient روش یادگیری ما بسیار کارآمد و مؤثر است our method of learning is highly efficient our method of learning is highly efficient There is somebody on the phone for you. There's somebody on the phone for you. There is یعنی وجود داره somebody فردی یکی یه یک فرد نامشخص on the phone پشت خط تلفن for you برای شما. یه نفر پشت خط منتظر شماست. بفرمایید خدمت شما پاسخ بدید. There's somebody on the phone for you. فردی پشت خط تلفن برای شماست. There's somebody on the phone for you. There's somebody on the phone for you. We could give the job to somebody junior. We could give the job to somebody junior. We could mommy give بدهیم the job اون شغل رو اون کار رو to somebody به فردی یه فرد نامشخص junior فردی که مبتدیه junior یعنی مبتدی تازه کار we could give the job to somebody junior ما می توانستیم کار را به فردی مبتدی بدهیم we could give the job to somebody junior we could give the job to somebody junior This magazine comes out quarterly. This magazine comes out quarterly. This magazine این مجله comes out comes out یعنی بیرون میاد منتشر میشه. Quarterly یعنی به صورت چهار بار در یک دوره زمانی و در اینجا یک سال منظورشه یا هر سه ماه یک بار. This magazine comes out quarterly. این مجله چهار مرتبه در سال یا سه ماه یک بار منتشر می شود. This magazine comes out quarterly. This magazine comes out quarterly. The magazine publishes a quiz once a month. The magazine publishes a quiz once a month. The magazine اون مجله publishes publish یعنی انتشار دادن و publishes یعنی منتشر میکنه a quiz quiz که میدونید یعنی quiz تست کوچیک once a month ماهی یک بار the magazine publishes a quiz once a month مجله ماهی یک بار یک quiz منتشر میکند the magazine publishes a quiz once a month the magazine publishes a quiz once a month many famous people will stay in this hotel many famous people will stay in this hotel many besiyari famous mashur people afrod many famous people bisiary afrod e mashhur, will stay اقامت خواهند داشت خواهند ماند in this hotel در این هتل دوستان تلفظ هتل رو دقت بکنید خیلی از بچه ها اشتباه تلفظ میکنن استرس رو میندازن رو بخش اول یعنی میگن هتل اما استرس روی تی هتل یا پلیس پلیس هم به همین ترتیبه many famous people will stay in this hotel افراد مشهور بسیاری در این هتل اقامت خواهند داشت Many famous people will stay in this hotel. Many famous people will stay in this hotel The hotel is currently under construction. The hotel is currently under construction. The hotel un hotel currently. is under construction در دست ساخته construction یعنی ساخت و under construction یعنی در دست ساخت the hotel is currently under construction هتل در حال حاضر در دست ساخت است the hotel is currently under construction the hotel is currently under construction The deceased general was a great soldier. The deceased general was a great soldier. Deceased yani faut shuda. Deceased yani murg va deceased یعنی فوت شده جنرال یعنی جنرال و معنی عمومی هم داره اما در اینجا یعنی جنرال was بود a great soldier soldier یعنی سرباز great یعنی عالی به حال جنرال ها هم خودشون رو یک سرباز همیشه میدونن و سرباز لفظی است که به عمومیت افراد نظامی گفته میشه the deceased general was a great soldier جنرال فوت شده یک سرباز عالی بود The deceased general was a great soldier. The deceased general was a great soldier. Obedience is the first duty of a soldier. Obedience is the first duty of a soldier. Obedience yani itaa'at itaa'at kardan the first duty. Duty Yani Vazifa first yani avvalin. Soldier yani Sarbaz. Obedience is the first duty of a soldier. It haat avvalin vazia sarbaz ast. Obedience is the first duty of a soldier. Obedience is the first duty of a soldier. Does this letter reflect how you really think? Does this letter reflect how you really think? Does this letter in nome reflect. منعکس میکنه How you really think Really واقعاً think فکر کردن How you really think یعنی آنگونه که تو واقعا میاندیشی Does this letter reflect how you really think آیا این نامه واقعا طوری که میاندیشید را منعکس میکند Does this letter reflect how you really think Does this letter reflect how you really think? Your words reflect your thoughts. Your words reflect your thoughts. Your words, حرف های شما یا کلماتی که از دهان شما بیرون میاد, reflect, منعکس میکنه, your thoughts. Thought یعنی اندیشه و گذشته think, همچنین به معنی اندیشه. Thoughts, اندیشه ها یا افکار. Your words reflect your thoughts. حرف‌های شما افکارتان را منعکس می‌کنند. Your words reflect your thoughts. Your words reflect your thoughts. Traffic is very heavy during the rush hour. Traffic is very heavy during the rush hour. ترافیک یعنی ترافیک میدونید is very heavy خیلی سنگینه during یعنی در خلال در طول rush hour rush hour ساعتیه که همه میخوان برن خونشون یا همه میخوان برن سر کار پس rush hour یه ساعتهای مشخصی که ترافیک خیلی بالاست ترافیک is very heavy during the rush hour ترافیک در طول ساعت شلوقی بسیار سنگین است ترافیک is very heavy during the rush hour Traffic is very heavy during the rush hour. The teacher always imposes heavy tasks on us. The teacher always imposes heavy tasks on us. The teacher muallime always Hamware imposes impose yani tahmil kardan ya fesharavordan heavy tasks. کارهای سنگین یا وظایف سنگین آن us روی ما The teacher always imposes heavy tasks on us معلم همیشه کارهای سنگین بر ما تحمیل می کند The teacher always imposes heavy tasks on us The teacher always imposes heavy tasks on us. Sexual equality is a hot topic these days. Sexual equality is a hot topic these days. Sexual, یعنی جنسی مربوط به جنس زر o mard. Equality برابری is a hot topic. Hot topic یعنی موضوع داغ. These days این روزها. Sexual equality is a hot topic these days. این روزها برابری جنسی یک موضوع داغ است. Sexual equality is a hot topic these days. Sexual equality is a hot topic these days. Sexual attraction is a large part of falling in love. Sexual attraction is a large part of falling in love. Sexual gender attraction, yani jazobiat. Sexual attraction یعنی جذابیت جنسی is a large part یک بخش بزرگ of falling in love fall in love یعنی عاشق شدن Sexual attraction is a large part of falling in love جذابیت جنسی بخش بزرگی از عاشق شدن است Sexual attraction is a large part of falling in love Sexual attraction is a large part of falling in love. Could you help me carry my bag? Could you help me carry my bag? Could you help me درخواست معدبان است یعنی میشه لطفا کمکم کنی carry carry یعنی حمل کردن my bag کیفم carry my bag حمل کردن کیف من Could you help me carry my bag آیا میشود در حمل کیفم کمکم کنی Could you help me carry my bag Could you help me carry my bag? Let us pack our stuffs into a bag. Let's pack our stuffs into a bag. Let us pack بیا پک کنیم our stuffs لوازممونو چیزامونو into a bag داخل یک کیف. Let's pack our stuffs into a bag. بیا چیزهایمان را داخل یک کیف پک کنیم. Let's pack our stuffs into a bag. Let's pack our stuffs into a bag. The heat and humidity were insufferable. The heat and humidity were insufferable. The heat یعنی اون گرماه and humidity. Humidity یعنی رطوبت. Heat هم یعنی گرما. گرما و رطوبت به هم بخورن میشه شرجی و طبیعتاً غیر قابل تحمله. Were بودند insufferable insufferable چقدر لغت های عالی چقدر جملات ارزنده ای رو تو این پکیج داریم خدمت شما تقدیم میکنیم پس اگر واقعا میخواید یاد بگیرید بچه ها فراموش نکنید در قسمت کامنت برای رشد اعتماد به نفستون در دفترچه یادداشتتون بارها بنویسید و با صدای رسا تکرار کنید suffer یعنی رنج کشیدن تحمل کردن sufferable یعنی قابل تحمل insufferable یعنی غیر قابل تحمل The heat and humidity were insufferable. گرما و رطوبت غیر قابل تحمل بودند. The heat and humidity were insufferable. The heat and humidity were insufferable. If you can't stand the heat, get out of the kitchen. If you can't stand the heat, get out of the kitchen. If you can't stand اگر نمیتونی تحمل کنی can't stand یعنی نتونستن تحمل کردن چیزی If you can't stand یعنی اگر نمیتونی تحمل کنی the heat گرما رو get out get out یعنی برو بیرون of the kitchen از آشپزخونه اینو مامانا میگن دیگه از آشپزخونه من برو بیرون if you can't stand the heat get out of the kitchen اگر نمیتوانی گرما را تحمل کنی از آشپزخانه برو بیرون if you can't stand the heat get out of the kitchen if you can't stand the heat get out of the kitchen